به نام خدا، حمید حسینوند هستم، مدرس دوره آموزش ایجاد نرم افزار دانلود منیجر با استفاده از زبان C#. تو این دوره قصد داریم نرم افزار رو طراحی بکنیم تا بتونیم مدیریت دانلود فایلامون رو باهاش انجام بدیم. برای این آموزش یک سری پیش نیاز ها مورد نیاز هستش که خدمتون عرض میکنم. نیاز هست با نرم افزار مایکروسافت ویژوال استودیو 2012 یا 2010 آشنایی داشته باشید. همچنین با برنامه‌نویسی تحت ویندوز هم آشنایی مختصر کوتاهی داشته باشید و مهمتر از همه با روش شیگرایی یا برنامه‌نویسی به صورت شیگرایی هم آشنایی داشته باشید. میخوام توی این مجموعه آموزش بهتون یاد بدیم که چجوری میشه نرم افزار رو طراحی کرد تا وقتی لینک فایلمون رو بهش میدیم به صورت خیلی سریع فایل رو دانلود بکنه و در اختیار ما قرار بده، مثل نرم افزارهای دانلودی که موجود هست توی بازار، مثلا نرم افزار IDM یا اینترنت دانلود منیجر یا DAP. مثلا ملاحظه کنید. بسیار خوب، این نرم افزار اینترنت دانلود منیجر به ما کمک میکنه که بتونیم فایلای رو که توی اینترنت هست به راحتی و آسانی دانلود کنیم و یکی از مهمترین کارهایی هایی که این نرم افزارها دارن اینه که شما لینک رو بهش میدید، زمان و تاریخ رو مشخص میکنید. مثلا میگه که از ساعت 12 شب مثلا تا ساعت 4 صبح این لینک هایی رو که بهت میدم دانلود کن و در اختیار من بذار. و یکی دیگه از مهمترین کارهایی که این نرم افزارها دارن، فایل رو که دانلود میکنن با سرعت خیلی بیشتر از مرورگرها دانلود میکنن. پس ما میخوام یه نرم افزار شبیه همین نرم افزار اینترنت دانلود منیجر ایجاد بکنیم و کار بکنیم باهاش. بسیار خوب، بریم سراغ نرم افزار مایکروسافت ویژوال استودیو و پروژه‌مون رو باهاش شروع بکنیم. بسیار خوب، من نیو پروژکت رو انتخاب میکنم و اول یک میرم از گزینه Other Project Types و Visual Studio Solutions، Blank Solution رو انتخاب میکنم. و چرا من Blank Solution رو انتخاب میکنم؟ واسه این که میخوام یک سولوشن خالی در اختیارم بذاره تا خودم داخلش پروژه هام رو ایجاد بکنم. از فریمورک 4 یا 4.5 استفاده میکنم. حالا من از 4 استفاده میکنم. بسیار خوب، نام سولوشنم رو میذارم .NET Downloader. بسیار خوب، Select Folder. توی این مسیر سولوشنی که من ایجاد میکنم توی این مسیر ایجاد میشه، ای پروگرامینگ. بسیار خوب، اوکی رو کلیک میکنم تا سولوشن ایجاد بشه. میبینید یک سولوشن خالی ایجاد شد. روش راست کلیک میکنم و اد پروجکت، اد نیو پروجکت رو میزنم. زبانم رو انتخاب میکنم، با چه زبانی میخوام نرم افزارم رو کار بکنم، ویژوال بیسیک، سی شارپ، اف شارپ، سی پلاس پلاس و یا هر زبان دیگه. از اونجایی که من علاقه شدیدی به زبان سی شارپ هم دارم، پس زبان سی شارپ رو انتخاب میکنم و از زیر شاخش ویندوز میام اون پروژه رو که مد نظرم هستش ایجاد میکنم. چند نوع پروژه میشه ایجاد کرد؟ ویندوز فرم اپلیکیشن که همین چیزی هستش که قرار ما باهاش کار بکنیم،
WPF اپلیکیشن که نسل جدیدی از نرم افزارهای تحت ویندوز هست و کنسول اپلیکیشن که یه چیزی تحت داس هستش، یعنی فقط شما با فرمان خط فرمان کار میکنید. خب من ویندوز فرم اپلیکیشن رو انتخاب میکنم، اسمش رو میذارم My Application و اوکی میکنم. بسیار خوب، پروژه ایجاد میشه. حالا تصمیم میگیرم که این نرم افزاری که قرار هست کار بکنم با زبان فارسی هستش یا انگلیسی. حالا میخوام تو این پروژه فارسی کار بکنیم، پس نیاز هستش که فرممون رو راست به چپ بکنیم و یک سری تنظیمات رو از همین اول بهش بدیم. این فرمی که هست، البته من این رو پاک میکنم، دوباره ایجاد کنم، راست کلیک روی My Application و Add New Item Windows Form. اسم فرمم رو میذارم FRM Main و Add. بسیار خوب، حالا فعلا همین اندازه باشه تا بریم ببینیم چه تنظیمات داره. اگه روی فرم راست کلیک بکنیم و بریم توی پراپرتیز، یک سری تنظیمات و پراپرتی هایی داره که نیاز هستش تا خودمون تنظیمش بکنیم. مثلا همین تکس اول کار عوضش بکنیم، خب فونت پیشفرض فرم رو تغییر میدم به فونت زیبای تاهما روی 10. بسیار خوب، و رایت تو لفتش میکنم. اگه رایت تو لفت لیوت رو بزنم، این ابزارهایی که هست کلوز، ماکسیمایز و مینیمایز، اینا به سمت چپ منتقل میشن به این صورت، ولی من میخوام همون حالت قبلی بمونه. از تنظیمات دیگرش میتونیم این را استفاده بکنیم، استارت پوزیشن. استارت پوزیشن من سنتر اسکرین رو میزنم، این باعث میشه نرم افزار هر موقع که اجرا میشه دقیقا وسط صفحه اجرا بشه، و ویندو استیت رو اگه انتخاب بکنم به صورت پیشفرض مینیمایز و ماکسیمایز، اگه ماکسیمایز رو انتخاب بکنم نرم افزار همیشه به صورت تمام یا ماکسیمایز اجرا میشه و به این صورت. فعلا تو همون نرمال بمونه. میتونیم همین آیکون رو هم تغییر بدیم، حالا بعد این یه آیکون مناسب براش پیدا میکنیم و اینجا قرار میدیم. بسیار خوب، فعلا این تنظیمات براش کافیه. یکم فرم رو کوچکتر بکنیم تا توی فرم، توی پنجره کامل مشاهده کنیم. بسیار خوب، بریم به سراغ ایجاد منو. از تول باکس منو اند تول بارز رو انتخاب میکنم و منو استریپ رو دوباره کلیک میکنم تا بیفته اینجا. میمیسم پرونده، از زیر مجموعش انتخاب مینویسم ایجاد دانلود جدید، بعد ایمپورت از فایل و خروج. بین اینها دوست دارم که یک فاصله ای رو هم ایجاد بکنم، یعنی یک خطی رو بکشم، پس یک
سپریتور میزنم و به این صورت. کد مربوط به خروج رو با هم می‌نویسیم. البته چون من اسم منو رو به صورت فارسی نوشتم، پس اینجا ایونتش هم فارسی میفته که بعدا برامون مشکل ساز میشه. پس من برمیگردم. Yes. و دوباره اون منو رو ایجاد میکنم. با زدن کنترل زد که خواستیم اون ایونت هست بشه و برگرده، تنظیمات صفحه دوباره به حالت قبلی برگشت. پس من سریع دوباره میمیسم. بسیار خوب. منوی استریپ را انتخاب میکنم. منوی بعدی ایجاد دانلود جدید. Import as file. و خروج. برای اینکه اسم این منوهامون فارسی نیافته توی ایونت ها، روش راست کلیک میکنن روی هر منو در قسمت پراپرتیز و نیمش رو تغییر میدن به MNU exit MNU import file و MNU new download. کد مربوط به exit application.exit یک بار نرم افزار رو رام بکنیم. این پیغام چی بود؟ اگه ارورش رو مشاهده بکنید، the type or namespace name for me 1 could not be found. میگه چیزی به اسم فرم یک رو نمیتونه پیدا بکنه. چرا؟ این فرم یک در داخل program.cs نوشته شده، یعنی پیکربندی اصلی این نرم افزار توی program.cs و تنظیمات اولی که مربوط میشه به اینکه کدوم فرم اولین بار رام بشه رو اینجا نوشته. چون فرم یک رو من پاک کردم، پس مجبورم FRM main خودم رو به جای فرم یک بهش معرفی بکنم. دوباره استارت رو میزنم. نفعه باید بدون مشکل اجرا بشه. بسیار خوب. این نرم افزاری که داریم پرونده و اینا چون ایونتی براشون نوشته نشده کار نمیکنه، ولی اگر به اگزیت کلیک بشه نرم افزار به کلی بسته میشه. تا اینجا نمیخوام حجم ویدیوهامون بیشتر از این بشه. انشالله توی ویدیوهای بعدی
آموزش رو ادامه میدیم و به موارد شیرین‌تر و حساس‌تر هم میرسیم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم.